مخالفان اسلام و افراطی های راستگرا در سوئد و دانمارک راه تازه‌ای برای جلب توجه خود پیدا کردند. سوزاندن قرآن در مقابل سفارتخانه های کشورهای مسلمان یا در میدان های بزرگ شهرها. این قرآن سوزی ها بحث های داغی را درباره مرزهای آزادی بیان در این دو کشور دامن زد. دولت های سوئد و دانمارک که قدیمی ترین کشورهای پرچمدار سیاست های پیشرو و مدافع آزادی بیان در اروپا هستند، سرگرم بررسی راه های قانونی برای مقابله با این تحولند. از آزادی بیان همچنان دفاع کنند یا از امنیت داخلیشان. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با داریوش محمدپور، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی اینجا در استودیو، مهداد درویشپور، استاد جامعه شناس در دانشگاه ملاردالن استاکهلم، و جلال ایجادی، استاد جامعه شناس در از پاریس. خوش آمد میگم به همه مهمانان امروز ما. بذارید بحث امروز رو آقایون با شما آقای درویشپور در استکهلم شروع کنیم. شما اونجا هستید. این بحث ها در مورد مرزهای آزادی بیان و اینکه آیا باید محدودش کرد، باید راه قانونی براش پیدا کرد، به کجا کشیده؟ طرف های مختلف دارن چی میگن در این بحث؟ خیلی خلاصه فقط به صورت به اصطلاح خط اول این بحث ها به من بگید لطفا. ببینید، این واقعیت که در واقع قرآن سوزی هایی که رایج شده از نظر قوانین سوئد در حوزه آزادی بیان تناقضی نداره، در واقع برای اون پایه است که حتی در سطح در اینجور اعمال هم امکان داره که افراد خودشون رو بیان بکنن. بنابراین بسیاری بر این باورن که این تناقضی با قانون اساسی سوئد نداره و از این منظر عقب نشینی رو صلاح نمیدونن. در این حال بسیاری بر این باورن اگر اون قانون در واقع نفرت پراکنی قومی، نژادی، دینی که در واقع نوعی از بخش از کنوانسیون های بین المللی است که تبعیض نژادی رو باید ممنوع بکنه به دلیل اینکه شأن برابر انسان ها رو خدشه دار میکنه، بر این باورن که اون قانون اجرا نمیشه، ناکافی است و بنابراین باید شدت بخشید به قوانینی که بتونه از حریم شأن برابر انسان ها دفاع کنه. مخالفان یا طرفداران آزادی بیان بر این باورن که کل مسلمانان یا یک کتاب دینی رو نمیشه در چارچوب در واقع اون قانون منع تبلیغات نژادپرستی یا نفرت پراکنی جا داد و از این منظر فکر میکنن که باز هم نباید این محدودیت رو انجام داد. اما کسانی که مدافع گام‌های جدیدتر برای محدود کردن در این زمینه هستند بر دو نکته پافشاری میکنن. یک، این واقعیت که نژادپرستی رشد پیدا کرده، این باعث میشه که امروز باید با توجه به رشد بیشتر نژادپرستی به عنوان یک تهدید علیه کل جامعه باید قوانین جدیدتری پیش رو گرفته بشه. ثانیاً این امنیت ملی و بین المللی رو با دامن زدن به تنش‌های گروهی اتنیکی میتونه خدشه‌دار بکنه و از این نظر تمایل به محدود کردن به اصطلاح این قرآن سوزی افزایش پیدا کرده و فکر میکنم که دیر یا زود دولت سوئد و پیروی آن دانمارک گام های جدید رو خواهند برداشت برای اینکه محدودیت های بیشتری علیه کل نژادپرستی و از جمله قرآن سوزی رو که بسیاری اون رو نمودی از اون میدانند در واقع تدوین کنند. همه اینها لابد با بهانه عمدتاً امنیت ملی است. دیدم که وزیر خارجه سوئد صحبت از این کرده بود که این قرآن سوزی ها داره امنیت داخلی ما رو تهدید میکنه. یعنی با این به اصطلاح بهانه، اگر اسمشو بگذاریم، این نکته درستی برای اینکه به لحاظ قانونی پلیس میتونه، ببینید شما جلوی هر بیانی در سوئد آزاده، حتی تبلیغ نژادپرستی. نمیشه گفت چون قرآن سوزی نمادی از تبلیغ مسلمان ستیزی یا نژادپرستی است ممنوع بشه، اما میتونید بگید که امنیت پلیس میتونه هر تظاهرات یا تجمعی یا اکتی رو که
امنیت ملی رو در واقع برهم بزنه، تهدیدی بشه، بنابر قانون میتونه جلوی برگزاری اون مراسم رو بگیره و احتمالاً بیشتر با تیکه بر این امر تلاش خواهند کرد که جلوی اون رو بگیرن تا پس با تشدید قوانین ضد نجات. پس راه قانونی وجود داره، به بهانه امنیت میتونن از تظاهرات جلوگیری کنن، مجوز تظاهرات ندن، درسته؟ هم این رو میتونن انجام بدن، هم کاری که پلیس کرد. پلیس در سوئد در یکی از این موارد قانون، در واقع همین قرآن سوزی، ابتدا مخالفت کرد و گفتش که اجازه ندارید. دادگاه گفت نخیر، بنابر قانون اساسی این کشور آزادی بیان میتونه این کارو بکنه و پلیس ناگزیر اجازه داد. ولی به محض اینکه این حرکت صورت گرفت با تکیه بر یک قانون دیگری، من این نفرت پراکنی، در واقع یه شکایت نامه علیه برگزار کننده اون برنامه قرآن سوزی تدوین کرد و بنابراین یک سری قوانین دیگری هم وجود داره که محدود منع نفرت پراکنی قومی و دینی و نژادی، با اون هم میشه در واقع محدودیت هایی ایجاد کرد. ولی اون قانون زمانی معنا داره که کار صورت گرفته باشه، بعد از آن در واقع مجازات صورت بگیره. ولی امنیت ملی میتونه مانع از برگزاری تظاهرات بشه. آقای محمدپور، اینجا در استودیو دیدم که همین چند روز پیش بود که وزیران خارجه 57 کشور اسلامی و مسلمان جلسه داشتن، کنفرانس داشتن در جده و از جده و از کشورهای اسکاندیناوی به خصوص، خواستند که با شدت عمل بیشتری عمل کنه، جلوی این کارها رو بگیره. چرا این مسئله فقط در مورد مسلمان ها پیش میاد و قرآن؟ چرا ادیان دیگر انقدر حساس نیستن؟ خیلی ممنونم. به نظر من دکتر خوبی انگوش گذاشتید. یکی از پایه های این بحث که در باره تنازع بین آزادی بیان و حفظ امنیت ملی پیش میاد در اروپا، عمدتا استوار است بر این نگاه که مسلمان ها و اسلام باید به شیوه خاصی نگاه بشن. اینا استثناءن. حالا چه مسلمان ها اینجوری بهش نگاه میکنن، چه غربی ها اینجوری بهش نگاه میکنن، از این جهت که خب برای اینکه مسلمان ها سر و صدای زیادی میکنن. هم نگاه کنید به این قرآن سوزی های همین چند روز گذشته. خب شما جواب سوال دارید میدید، پیشا پیش جواب سوال دارید میدید، در حالی که در این 20 سال گذشته این ادعا به شدت در فضای دانشگاهی نقد شده که شما نمیتونید یه گروه مسلمان رو، یک گروه دینی رو، هر گروهی رو به طور خاص ویژه کنید، مختص کنید، ممتاز کنید، بذارید کنار، بگید تمام قواعدی که بر بقیه انسان‌ها جاری است بر اینها جاری نیست. اینا یه موجودات خاصی هستند. یه مقدمه‌ای داره در کتاب شکلگیری امر سکولار طلال اسد و در اونجا مبنای این سوال رو، این بحث رو زیر سوال می‌بره که اگر فکر می‌کنید که یه چیز خاصی در اسلام، در مسلمانی یا در قرآن هست که باعث میشه این مسلمان‌ها برن مرتکب خشونت بشن یا به قول شما توجه جلب کنن، این تلقی غلطی است. به خاطر اینکه در طول تاریخ موقعی که حافظ اسد داشت در سوریه کشتار میکرد، استناد به قرآن نمیکرد. موقعی که صدام داشت در حلبچه مردم رو بمب شیمیایی بهشون میزد، استناد به قرآن نمیکرد. وقتی که آریل شارون داشت فلسطینی‌ها رو میکش، استناد به تورات نمیکرد. و دلیلش هم اینه که اگر دنبال عباراتی یا سخنانی بگردیم که مشوق به خشونت باشد، اتفاقا در انجیل و تورات شاید بیشتر پیدا بشه. اینم یه میراثی داره، یه سابقه ای داره دیگه. در تو دوران معاصر بخصوص بعد از 11 سپتامبر این هم بیشتر دامن زده شده، به همین دلیلی که شما گفتی سرسوز زیاد میشه. همین مثالی هم که شما زدید اینه که کشورهای اسلامی اومدن مداخله کردن، گفتن چنین باید بشه و چنان باید بشه. ولی اصل ماجرا از یه جایی شروع میشه که به ویژه از آغاز رنسانس، به ویژه از شکلگیری عصر روشنگری، این تفکر به وجود اومده که ما یه شرقی داریم، یه غربی داریم، که خیلی ریشه در نگاه اورینتالیستی داره، که البته اینا جای بحث مفصلی شده دربارش. ولی سوال ما اینه که شما بهش اشاره کردی ولی کسی کمتر بهش توجه میکنه، چه میشه که در یه کشوری مثل سوئد، مثل دانمارک، بحث مسلمان ها و قرآن پیش میاد؟ به خاطری که در درجه اول این کشورها مهاجر پذیر شدن. یعنی شما زمانی مسئله براتون میشه که در بین مردم خودتون یه افرادی باشن که یه مجموعه فکری دارن متفاوته با شما، و شما میگید آقا ما با مجموعه فکری متفاوت شما کار نداریم، ما هر چی دلمون میخواد میگیم. خب شما
به این مجموعه مهاجرپذیر شما توی یه چارچوبی نگاه کردید، توی چارچوب کلانتر انسانگرایانه تری نگاه کردید که هنوز این تناقض براش حل نشده که شما اگه آزادی بیان دارید آیا آزادی بیان مطلق دارید، و ما میدونیم که آزادی بیان مطلق نداریم، نه از دید من، نه از دید شما، نه از دید مسلمان یا غیر مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا بیدین، از دید فلسفی و معرفتی. یه مقاله‌ای داره استنلی فیش، نظری پرداز علوم سیاسی، عنوان مقاله اینه که آزادی بیان وجود ندارد، از خیلی صریح گفته، به معنی اینکه آزادی بیان مطلق وجود نداره، و چیز خوبی هم هست که آزادی بیان مطلق وجود نداره. و ارجایی که میده به اون رساله ایروپوجتیکای جان استیوارت میله که اونجا توضیح میده که جان استیوارت میل که مدافع آزادی بیانه، حتی در همین بریتانیا که اتفاقا مقدمه بر سوئد و دانمارکی که شما اشاره کردید درباره پیشرو بودن در حوزه آزادی بیان، اونجا قید میکنه، میگه آقا همه آزادن جز این گروه خاصی که من دارم میگم، به خاطری که اینا اگه بهشون اجازه بدید توی مملکت آزادانه حرف بزنن زندگی رو به هم میریزن. یعنی اونم برای خودش استثنایی قائل شده. این مشکل اینجاست که شما در آزادی بیان، آزادی بیان مطلق ندارید، حد داره، به مصلحت جامعه اقتضا میکنه که شما امنیتت به خطر میفته، هزار یک اتفاق دیگه میفته. یعنی اون کسی که در دانمارک یا در سوئد یا در نروژ یا هر جای دیگه فکر میکنه که امنیت جامعه به خطر میفته، فقط درست فکر میکنه، میگه من یه جمعیت مهاجری دارم که اصلا من کار ندارم این اعتقادش درست یا غلطه. شما دارید تحریک میکنید اینها رو، تا شما این رو دارید تشویق به خشونت میکنید، و اتفاقا اون کسی که این کار میکنه میفهمه چه کار میکنه، چون میدونه که برای یه بخشی از جامعه مسلمان ها اگر بیاد مثلا قرآن رو بسوزونه طرف تحریک میشه، ولی ما میدونیم قرآن کاغذ دیگه. شاید علتش این باشه که اسلام خیلی سیاسی شده، مذاهب دیگر اینقدر سیاسی نیستن که این تعبیر غلطیه، به خاطر اینکه یک مقوله سیاسی شده. اولا که ما چیزی به اسم اسلام نداریم، ما مسلمان ها داریم در طول تاریخ مثل بقیه ادیان، چیزی به اسم اسلام وجود خارجی نداره، پا نداره اسلام، دست نداره اسلام، راه نمیره اسلام، لباس نمیپوشه اسلام، عطر نمیزنه به خودش اسلام، حجاب نداره اسلام. ایده انتزاعی ذهنی است که در طول قرن‌های مختلف آدم‌های مختلف و واسه مختلف تنش کردن. در نتیجه شما اسلام‌های متعدد در فرهنگ‌های مختلف دارید، به همون شکلی که شما مسیحیت‌های مختلف، یهودیت‌های مختلف دارید. در نتیجه اون چیزی که شما میگید اسلام اینجوریه برمیگره داره به اون پیش‌فرض ویژه بودن، اختصاصی بودن، استثنایی بودن اسلام که از بنیان اشکال معرفت فلسفی داره. لذا اینی که شما بگید آقا مسلمان ها اینجوری هست، شما یهودی اینجوری پیدا میکنی، مسیحی اینجوری پیدا میکنی، بودایی اینجوری پیدا میکنی، میشه خیلی راحت مثال زد، بعد رسانه ها میشه این پیداش کرد دیگه. شما مثلا در مسیحیت این فرقه داوودیه رو در آمریکا داشتید که همه میدونن قصه، قصه خیلی قدیمیه، مون تا کی در روش الان میدونه خیلی به ندرت، به خاطر که تو رسانه نیست، ولی به قول شما اسلام یا مسلمان ها تو رسانن، به خاطر که جاهای مختلف دنیا سر صدا به پا میشه، رسانه بهش توجه خاص داره، به خاطر که در یک منطقه بحران خیز در خاورمیانه به اینش توجه میشه. این معنیش این نیست که از لحاظ فلسفی و نظری اون چیزی که شما میگید اسلام به طور ویژه و خاص، ما اصلا اسلام به طور ویژه و خاص وجود خارجی نداره، مسلمان ها وجود دارن. بسیار خوب آقای ایجادی، شما در پاریس فکر میکنید آزادی بیان باید حد و مرز داشته باشه، چیزی به عنوان آزادی مطلق بیان وجود داره؟ بله، ببینید منشور حقوق بشر در ماده 18 خودش از آزادی اندیشه و وجدان و مذهب صحبت میکنه، در ماده 19 خودش این مطرح میکنه که هر فردی حق آزادی عقاید و بیان دارد، و مطرح میکنه که به خاطر افکارش یک فرد نباید در واقع دارای نگرانی و اضطراب باشد، و برای پخش افکار و اطلاعاتی که دارد به هر ترتیبی که بخواهد میتواند بیان بکند. بنابراین چارچوب عمومی من همون امر حقوق بشر هست. یک. دو، اینکه مسئله آزادی باید بسیار بسیار بهش دقت کرد، چرا که اصل است. شما اگر توجه بکنید در درون قرآن که دارای 6300 آیه هست، من به راحتی می توانم برای شما همچنان که در یکی از کتابهای خودم به اون نیز پرداختم، حدود 1000 آیه در ستایش خشونت به شما نشان بدهند. بنابراین اسلام برابر با قرآن، هرچند که میتواند به شیخهای دیگری هم توجه بهش بشه، ولی که در درون خود کتاب اصلیش سرشار از آیه هایی که در تشویق با خشونت است. این ایدئولوژی در طول تاریخ ادامه پیدا کرده به شیخهای مختلف و به هر حال گسترش هم پیدا کرده با سیاست های گوناگون و شبکه های گوناگون و غیر و ذلک. بنابراین شما
اگر بخواید محدود بکنید. یعنی چی؟ یعنی نقد قرآن رو میتونیم بگیم که این به اصطلاح نفرت برمی‌انگیزونه، بنابراین محدود بکنید. پس بنابراین باید خاموش باشید و جلوی انتقاد رو بگیرید. در ارتباط با رمان سلمان رشدی باید بگید که بنابراین این هم تحریک میکنه، پس اونم جلوش رو بگیرید. در ارتباط با فوکایی‌های شارلی ابدو به همین ترتیب باید میگوین به اصطلاح نفرت افکنی میکنه، پس اونم باید جلوش رو بگیرید. در ارتباط با تمام امام ها هم باید در واقع حرفی نذارید، اونم باید جلوش رو بگیرید و بالاخره میرسیم به مسئله قرآن سوزی. من طرفدار منش و شیوه قرآن سوزی نیستم. من کار من یک فرهنگی دانشگاهی هست، بنابراین بر پایه استدلال حرکت میکنم. ولی که همون گونه که بند 19 قانون به اصطلاح منشور حقوق بشر مطرح میکنه، افراد سلیقه های گوناگونی دارن و از جمله به این ترتیبی که در سوئد انجام شده و سوئد هم آنچه که تا به حال بوده و رایج بوده این فرجه رو داده که از جمله برخی ها که میخوان تابو شکنی بکنن به این امر رجوع بکنن. برابر این امر درستی هستش. حال در این زمینه دو به سلام مطلب میشه. یکی مسئله ارزم حضورتون که مسئله امنیت. این جامعه‌ای که درش اسلامگرایان حاد هستند هرگز نمیتواند دارای امنیت باشد، هرگز نمیتواند، زیرا اونها در سرزمین‌های کفر هستند و اون جریاناتی که خود رو با قرآن منطبق میخوان بکنند برخلاف اکثریت مسلمانان که اساساً به قرآن توجهی ندارن یا حتی قرآن رو چه اصلا نخونده باشن، اقلیتی هستش که اونها میخوان در انطباق با قرآن باشن و بنابراین اینها سرزمین دنیای غرب رو سرزمین کفر تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که پیوسته سعی میکنن به شیوه های گوناگون بحران سازی بکنن. خب همین ببینید الان صحبت از امنیت که هست به خاطر اینه که به هر حال شما در جامعه ای هستید که نمیتونه، قاعدتا من حالا از شما میپرسم، قاعدتا نمیشه نفرت پراکنی کرد، نمیشه به افراد به خاطر نژادشون، به خاطر اعتقاداتشون، به خاطر مذهبشون یا هرچی توهین کرد. خب این همینجا در انگلستان قانون هست در مقابل این که اجازه ندارن افراد این کار رو بکنن. یعنی خیلی خوب آزادی هست اما یک محدودیت هایی قائل شدن که جلوی همین عدم امنیت رو بگیرن. بله ببینید عزیز من، دو تا نکته بسیار اساسی در همین گفته شما هست. مسئله یک این که مسئله کرامت انسانی، هیچ انسانی مورد تهمت و مورد اتهام نباید قرار بگیرد. این که بگوییم که فلان فرد دارای فلان به اصطلاح دین هست، پس بنابراین این فرد فرد بسیار بسیار تنفرانگیزی هستش، تبهکار هستش یا هر چیز دیگه. بنابراین در اینجا مسئله کرامت انسان ها هست. یک که این هم از جمله در قوانین مربوطی به فرانسه همیشه مورد توجه هستش و همون ایده مرکزی در درون منشور حقوق بشر هست. ولی وقتی که شما به ایدولوژی افراد، به باورهای افراد انتقاد میکنه، این یک مطلب دیگری هست. شما میتوانید به تمام افکاری که در جهان هست، همه ایدولوژی ها، همه باورهای دینی به لحاظ امر آزادی بیان و آزادی اندیشه انتقاد بکنید، اونها رو در واقع رسوا بکنید. ولی که این که انسان ها به عنوان فرد که حق زندگی دارن که نباید به شخص انسانی مورد حمله قرار بگیرن، این یک امر کاملا درستی هستش. ولی در تمام عرصه های فکری هیچ گونه انتقاد و نقد و در واقع به مسحک درآوردن ایدئولوژی ها و افکار آدم ها به طور عموم هیچ محدودیتی نباید وجود داشته باشد. اگر چنین باشد همیشه شما در واقع در این روال قرار میگیرید که این محدود بکنید، زیرا آنهایی که از ایدئولوژی های اهریمنی خود، از ایدئولوژی های نازیستی خود، از ایدئولوژی های اسلامگرایانه خشونت پرور خود هی میخوان تبلیغ بکنند، اونها خواهند گفتش که نه شما حق ندارید و این مسئله به اصطلاح ایدئولوژی و دین رو برابر کرامت انسانی قرار میدن. حال آنکه ما این دو رو کاملا باید از هم جدا بکنیم.
آقای درویشپور، در استکهلم داریم به کجا بالاخره میریم؟ فکر میکنید که با به اصطلاح این روش‌های قانونی بالاخره جلوی قرآن‌سوزی رو بگیرن در روزها و هفته‌های آینده؟ چون میدونیم که بازم برنامه دارن، همین کسانی که این کار کردن در هفته‌های گذشته باز هم برنامه‌های قرآن‌سوزی بیشتری دارن. میخوام ببینم که آیا قراره که جلوگیری بشه از اینها، و اگر میشه در داخل این تصور نیست که دولت سوئد در مقابل مسلمانان، حالا اسمشو بذاریم تون رو، شاید کمر خم کرده، تعظیم کرده؟ من اجازه میخوام یک اندکی بابت پاسخ به این سوال اندکی عمیق‌تر بتونم توضیح داده باشم. بگم که اولا سوئد به راستی استثناست در جهان در میزان به رسمیت شناختن آزادی‌های به اصطلاح، یعنی هیچ کشوری به پای سوئد نمیرسه، کما اینکه سازمان ملل متحد سوئد رو مرتبا مورد انتقاد قرار داده به دلیل اینکه بحث آزادی بیان و شأن برابر انسان‌ها، در واقع حقوق بشر دو پایه بنیادی داره، آزادی بیان و عقیده و به مثل متحقق کردن اون، و در این حال به رسمیت شناختن و دفاع از شأن برابر انسان ها. پرسشی که اتفاقا سازمان ملل متحد و تمام بررسی هایی که در زمینه حقوق بشر صورت گرفته اینه که وقتی این دو اصل رو یاروی همدیگر قرار بگیره، یعنی حتی قبل از بحث امنیت ملی، اینکه شأن برابر انسان‌ها و آزادی بیان رویاروی یکدیگر قرار بگیره، کدام یک باید ارجح باشه؟ پاسخی که سازمان ملل داده اینه که شأن برابر انسان‌ها، به همین دلیل نژادپرستی ممنوعه. در همون فرانسه انکار هولوکاست جرم شناخته میشه، در حالی که در سوئد جرم نیست. بسیاری از کشورها سازمان‌های نژادپرست رسما به اصطلاح بنا به قانون نژادپرستی ممنوعه، در سوئد ممنوع نیست. سوئد در جواب انتقادات مکرر سازمان ملل متحد پاسخش این بوده: ما از آزادی بیان تا آن حدی که میشه دفاع میکنیم، هر نقض آزادی بیان باید به عنوان یک کاستی به رسمیت بشناسیم، و سعی کرده همونطور که گفتم با قانون منع نفرت پراکنی قومی دینی نژادی در واقع علیه گروه های مردم، به نوعی در عمل خواست سازمان ملل رو تأمین بکنه، که تا کنون یک مورد بیشتر به اجرا در نیامده. آقای احمد رامی، یک یهودی ستیز اسلامگرا، محکوم شد به جرم دقیقا تبلیغات نژادپرستانه و به زندان هم رفت. وگرنه این همه فعالیت های نژادپرستانه هرگز این قانون پاسخگو نبوده. به همین خاطر بسیاری از ضد نژادپرستا بر این باور هستن که ما باید قوانین مستحکمتری برای مقابله با نژادپرستی داشته باشیم، و بنابراین اگر قرار باشه که ما با چگونه بگم به خاطر آزادی بیان نژادپرستی رو میدان بدیم، این میتونه به اصطلاح پایه حقوق بشر رو از بین ببره. پاسخی که دولت سوئد داده، جامعه سوئد داده، این هستش که بسیاری از کشورهای دیگر نژادپرستی ممنوعن، ولی احزاب نژادپرست بسیار گسترده تر هستن، از همون فرانسه گرفته تا کشورهای دیگر، تا خود همون دانمارک. از قضا فرد دانمارکی که اون نژادپرست دانمارکی که اومد در سوئد آتش قرآن رو آتش زد، به خاطر اینکه دانمارک بهش اجازه نداد اومد در سوئد این کارو کرد. بنابراین این آزادی مسئله جدی است که جامعه سعی میکنه دفاع بکنه. اما همونطور که گفتم الان دو تا بحث به موازات هم در جریانه. یکی این که آیا قوانین موجود با توجه اینکه نژادپرستی رشد پیدا کرده، فعالیت های نژادپرستانه رشد پیدا کردن، آیا کافی است یا باید محدودیت های جدیدتری رو گذاشت؟ یک سری در واقع قوانین دارن اینو بررسی میکنن، پیشنهاد بدن که نژادپرستی بیشتر مهار باید بشه. یک بحث هم بحث امنیت ملی است. بنابراین این بحث امنیت ملی که در مطرح شده، بسیاری از آزادی خواهان میگن که در همه جای دنیا آزادی به نام گفتمان امنیتگرایی محدود شده، ما نباید به سادگی تن بدیم به این گفتمان. ولی فکر میکنم در شرایطی که الان سوئد به سر میبره، از اونجایی که هم مسئله مقابله با نژادپرستی مسئله جدی است، هم این حس
تهدید امنیت نه از زاویه صرفا گروه های اسلامگرا، نژاد پرستان یکی از تهدیدهای جدی علیه جامعه هستند و بنابراین با گسترش تنش های اتنیکی قومی، پولاریزه شدن قطبندی هرچی بیشتر جامعه، از اونجایی که دولت سوئد به این نتیجه رسیده که در این زمینه نیازمند در واقع یک واکنش جدیتر و مؤثرتره، یقینا بر این باورم که محدودیت های پیشتری در هفته های آینده در واقع پیش روی این اقدام صورت خواهد گرفت خیلی... و اون کاری که سوئد بکنه دانمارک هم پشتیبانی خواهد. خیلی کوتاه میخواستم بپرسم که در خود دولت در میان سیاستمداران چقدر اتفاق نظر وجود داره؟ آیا خود دولت سوئد زیر فشار احزاب دیگر ممکنه مثلا دستش بسته باشه؟ ببینید وزیر امور خارجه پیشین سوئد کارل بیلد در واقع در یک توییتر رسما حمله کرد به سیاست دولتی که ایشون در واقع حزب حاکم حزبی است که ایشون وزیر امور خارجش بودن، گفت این یک نوع ناپختگی نئیویته است که در واقع ما به نام اون آزادی بیان جدی نگیریم این وضعیتی رو که پیش آمده. فکر میکنم گرچه نخست وزیر سوئد پیشتر اشاره کرد، به درستی اشاره کرد که آزاد بودن یک امر به معنای مطلوب بودنش نیست، تمام احزاب محکوم میکنن، ولی فکر میکنم شاید تنها حزبی که چندان تمایلی به گسترش منع قانونی علیه نژاد پرستی نداشته باشه حزب دموکرات های سوئد که حزب خارجی ستیز الان دومی یا سومین حزب بزرگ کشور محسوب میشه و اونها بی تردید همراهی نخواهند کرد به سادگی با منع بیشتر قانونی، ولی فکر میکنم فشار افکار عمومی جامعه و وضعیتی که در سطح جهانی علیه سوئد ایجاد شده و بحث ضرورت تشدید مقابله با نژاد پرستی یک نوع همدلی رو ایجاد خواهد کرد که قوانین تشدید بشن یا به نام امنیت یا به نام حفظ شأن برابر انسان‌ها در برابر نفرت پراکنی. فکر می‌کنم یک نوع وفاق عمومی در این زمینه شکل داره می‌گیره و دیر یا زود سوئد در این راستا گام خواهد برداشت. آقای محمدپور، مسلمان‌ها در این جوامع مثل سوئد یا دانمارک که تعدادشون هم داره زیاد میشه در همین سالهای اخیر، چه باید بکنن؟ یعنی چه روی کردی باید با این نوع مسائل در این جوامعی که زندگی میکنن داشته باشه؟ در درجه اول من که نه خدام نه پیغمبرم نه امامم، هیچ چیزی نه برجعیت ندارم بگم مردم چی کار میتونن بکنن، ولی سوال مهمی است به خاطر اینکه سوال اصلی ما این است که آیا می توانیم شما در قرن 21 مسلمان باشید، اروپایی باشید، دین بورزید، به آزادی بیان هم احترام بذارید و زندگی صلح‌آمیز داشته باشید؟ جواب این سوال به سادگی روشنه، بله میشه این کار کرد. سوال دوم اینه که شما یک کسی میاد قرآن شما رو میسوزونه، خب از دید یه آدم بیرونی، حالا چه مسلمان باشی چه نباشی، این قرآن هیچ چیزی نیست جز کلماتی نوشته روی کاغذ. اون قرآنی که واقعی است تو دل مردم وجود داره، تو ادبیاتشون وجود داره، توی فرهنگشون وجود داره، مثلا در زبان فارسی تو شعر مولوی و حافظش وجود داره، در سعدیش وجود داره و هزار یک جای دیگه، شما اونو که نمیتونید بسوزونید و از بین ببرید. آقای ایجادی نکته جالبی رو گفتن که خیلی اسباب عبرت است، البته که میگیم ما در قرآن این همه آیات اینجوری داریم دال بر خشونت است، مسلمان ها میخوان کامل بهش عمل کنن، یه دقیق زیادی نمیخوننش. اولا که این تعبیری که مسلمان ها قرآن رو نمیخونن حاکی از این برداشته، خیلی ممکنه نخونده باشن، نه خیلی ها نمیخونن، نه نمیخونن، عرض من اینه، در ادیان دیگر همینطوره، عرض من اینه که این تلقی که اگر شما بخواهید مسلمان درست حسابی باشید باید این قرآن رو از اول تا آخرش بخونید، نعل به نعل همون چیزایی که توش هست بهش عمل کنید، هیچ انطباقی با تاریخ، با تحول و شکلگیری ادیان نداره. خب به خاطر این که بالاخره یه چیزایی توی چارچوب زمانی و تاریخی خودش اتفاق افتاده، این همه مسلمانی که قرآن رو میخونن بعضی از احکام خشونت آمیز رو بهش عمل نمیکنن، اینا بیدینن، اینا از دین خارج شدن؟ نه اینجوری نیست. یا اونایی که میگیم که بهش عمل میکنن یا رفتار خشونت آمیز مرتکب میشن، اینا مسلمان نیستن؟ نه اونا هم به همون اندازه هستن. صحبت تلقی و تفسیر این هاست. ولی برگردم به سوال اصلی شما که اینا چیکار میتونن بکنن؟ شما میتونید خویشتنداری داشته باشید، ولی سوال ما این نیست که آقا شما به همه آدم ها بگید آقا شما باید
خیشتنداری پیشه کنید، به خاطر که آدما که ماشین که نیستن، که ربات که نیستن، که گوشت دارن، پوست دارن، احساس دارن، عاطفه دارن. و فراموش نکنید توی جامعه اروپایی بخش زیادی از اینها مهاجرن از کشور. به طور خاص شما فرانسه رو نگاه کنید، رهبرای سیاسی، رهبرای مذهبی شاید دامن میزنن. نه، صحبت رهبران نیست، صحبت اشخاص. اگر کسی توجهی به این آقا که چند روز پیش در مقابل پارلمان سوئد قرآن رو سوزوند، اگر کسی بهش توجه نمی کرد، موضوع بزرگ به این ترتیب بزرگ نمی شد. احتمالاً اینجوری بود. ولی ما شرایطی داریم که 57 کشور اسلامی وزیران خارجه‌اش جمع میشن. باشه، آخه من و شما که مسئول، من و شما که نماینده 57 کشور اسلامی نیستیم، من و شما مسئول اتفاقی هستیم که برای انسان‌ها میفته. ما یادمون نره وقتی داریم از آزادی بیان صحبت می‌کنیم، از حقوق بشر صحبت می‌کنیم، برای انسان صحبت می‌کنیم، انسانی که داره راه میره رو کره زمین، برای یه چیز انتزاعی حرف نمیزنیم. و اگر قرار باشه شما آزادی بیان رو به یه جایی ببرید که خود آزادی بیان رو نقض کنه، که خود آزادی بیان رو نابود کنه، اصلا انسان رو نابود کنه، دیگه اصلا بی‌معناست دفاع کردن از آزادی بیان. شما هر عرض من اینه، شما یه آدمی داری که خیشتنداری نداره. مگه همه آدمای عالم خیشتنداری دارن در جای مختلف؟ نه، اینجوری نیست. شما اروپایی میتونی باشی، ممکنه مدارا نداشته باشی، و خیلی هستن اینجوریان. سوال ما اینه که آیا شما به صرف این که میخواد کل آدمای دنیا رو اهل مدارا بکنی، باید مرتب اینا رو تحریک کنی تا بالاخره یاد بگیری اتفاقی هیچ وقت نمیفته؟ شما با تحریک کردن مردم، با تشویق کردن مردم، با زخمی کردن روانشون، هیچ وقت نمیتونید بگید من دارم شما رو تربیت میکنم که مدارا پیدا کنید. در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. بروز عدم مدارای زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داره که کاملا مستقل از اینه که توی یک کتاب دینی چی نوشته شده. به خاطر اینکه شما میبینید دیگه، عرض کردم خدمت شما، آقای ایجادی توجه نکردن. طلال اسد حرفش همین بود که اگر بخوایم به شماره این عبارات مشوق خشونت در انجیل و در تورات نگاه کنیم، انجیل و تورات ماشاءالله هزار برابر قرآنه، خیلی هم خشن‌تر و خیلی گرافیک‌تره. چرا اونجا یه اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اینا فرق می‌کنه. من دوباره برمیگردم به صحبت اصلیم. ما مهاجر داریم. اگر بخوایم این شیوه رو ادامه پیدا کنیم، یه راه بیشتر نداریم. تمام کسانی که، و مهاجر یعنی خارجی، فقط مسلمان نیستا، تمام کسانی که در اروپا، آمریکا زندگی میکنن، کشورهای دیگه اومدن، همشون بلا استثنا باید برگردن تو کشورهای خودشون زندگی کنن. هیچ ربطی هم نداره به اینکه مسلمان یا مسلمان. شما ایرانی هستید، خب شما ایرانی در اینجا خارجی حساب میشه. برگزیت سر این اتفاق نیفتاد که اینها باید از اتحادیه اروپا برن بیرون چون اینا مثلا مسلمانن یا یهودیان یا مثلا کاتولیکن یا پروتستانن. گفتن آقا ما با خارجی کار نداریم. این اتفاقی که در دوره ترامپ افتاد، این اتفاقی که در کشورهای راستگرای اروپایی میفته، اگر اینو بپذیریم، باید بدون شک قبول کنیم که تمام این مهاجرا فارغ از اعتقادشون برگردن به کشورهای خودشون، به خاطر اینکه بالاخره یه تفاوتایی دارن. یه جای شما الان میگی سر قرآن اتفاق میفته، فردا سر سخت جنین اتفاق میفته، پس فردا سر نمیدونم دگرباشی اتفاق میفته، و در بین بقیه این اتفاق رخ خواهد داد. اگر اینو شما راش باز بذارید، باید قبول کنید که تمام مهاجران از جمله آقای ایجادی از پاریس باید برگردن در ایران زندگی کنن. آقای ایجادی شما بفرمایید. ببینید، اول اینکه تاریخ بشریت تاریخ مهاجرت بوده و مهاجرت ها درگاه به گاهی دارای شرایط دردناکی بوده، ولی که بسیاری از این مهاجرت ها تبدیل شده به روند عادی سازی، و بنابراین به عنوان امروز به عنوان شهروندان عادی در یک جامعه مانند فرانسه دارن زندگی میکنن. حتی اون بخشی هم که مسلمان ها هستن، اکثریت بسیار بسیار گسدی از این مسلمانان در شرایط عادی و قانونی دارن زندگی میکنن، دارن رأی میدن، دارن انتخاب میکنن، و هیچ گونه در واقع گزندی به عمل کرد و قواعد این جامعه وارد نمیسازن. ولی یک درصدی هست که اون درصد کوچک، که این درصد در واقع منبعی برای چی؟ برای حمله کردن به نظام موجود دموکراسی در این کشورها هستش. ببینید، وقتی که ما صحبت از این میکنیم که نفرت پراکنی و غیر و غیره، عزیز من، شما میدانید که به فرض کسانی هستند که آفتاب پرست هستند، کسانی هستند که شیطان پرست هستند، کسانی هستند در هند که گاو پرست هستند، کسانی هستند که به اصطلاح دارای اسلام هستند و غیر ذلک، تمام این اندیشه ها یا افکار باید مورد انتقاد قرار بگیرد.
هیچ استثنایی در این زمینه چه در مورد ایدئولوژی ها مانند استالینیسم و نازیسم و غیرگزاره چه در مورد دین های گوناگون، زیرا انسان اگر آزادی در واقع نقد رو ازش بگیرید تبدیل میشه به اون انسانی که عملا به درون قرون وسطا باید برگرده و به این ترتیب هستش که شما اگر این طرف رو دارید نگاه میکنید به این مطلب توجه بکنید. آنهایی که زیر در واقع کنترل به اصطلاح اسلامگرایان هستن، آنهایی که دارن توطئه میریزن، آنهایی که رابطهشون با جامعه رابطه خصمانه هستش، اینها رو باید بله از طریق قانونی باید جلوشون رو گرفت، باید کنترلشون کرد. نباید شما در واقع آزادی رو محدود بکنید، بگید که بله افرادی میان و امنیت کشور رو به هم میزنن. چه کسانی افراد به اصطلاح امنیت کشور رو به هم میزنن؟ یک عده بسیار بسیار معدودی هستن که اینها دارای شبکه هستن، که اینها پشتشون نیروهای اسلامگرا و حتی دولت‌ها هستن. بنابراین یک شکست برای یک جامعه دموکراتیک خواهد بود که به اعتبار اینکه ما بخوایم به اصطلاح نظم و قانون رو به اصطلاح تقویت بکنیم در برابر اسلامگرایان عقب نشینی بکنه. هرگز چنین کاری رو نباید کردش، به خاطر اینکه اینها هر کاری که شما انجام بخواهید بدهید، هر به قول معروف به چپ به قرآن نگاه بکنید، اونها میگویند که شما چپ نگاه کردید. حال آنکه من از نظر نگاه خودم قرآن در فرهنگ ما یک عامل در واقع انحطاط بوده، انحطاط تاریخی و اجتماعی، و بنابراین ایرانی ها و سایر شهروندانی که دلشون میخواد تمایل دارن باید به این نقد ادامه بدهن بدون هیچ گونه محدودیت. سپاس. آقای محمد، آخه ببینید، کسی توی این بحث ما هیچ وقت نگفته که نقد نکنید. ببینید شما در توی این 40-50 سال گذشته این همه دانشور، این همه پژوهشگر نقد تاریخی کردن درباره اصالت قرآن، درباره وثاقت قرآن. مشکل اینجاست که آقای ایجادی مثلا فلان، مثلا پاتریشیا کرون رو، خب مثلا مایکل کوک رو، که اینا تاریخ شناسن، در مورد تاریخ اسلام حرف زدن و حرفایی زدن که بعضیا رو برآشفته میکنه. کار اینها رو با کار آدمی که میره قرآن میسوزونه یکی میدونه. اینا زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن. شما هر چقدر دلت میخواد نقد کنه، اصلا انقدر نقد کنید که نقد جای نقد دیگه نمونه. ولی فرق میکنه با اینی که شما یک کسی رو میرید زخمی میکنید، این شما با نقد یکی میگیرید. آقای درویش، بله، من دو سه تا نکته خواستم بگم تو این بحث مهمه. اولا فکر نمی کنم قرآن سوزی روش مؤثر مبارزه با اسلامگرایی است. اگر کسی این گونه می اندیشه، فکر می کنم اتفاقا قرآن سوزی در تقویت گرایش های افراطی اسلامی نقش ایفا می کنه. ثانیاً در بحث دوست بسیار گرامی جناب ایجادی به درستی بر خطرات اسلامگرایی اشاره میکنن. یک کلمه من درباره خطر نجات پرستی در صحبت ها ایشون نشیدم و میخوام اینو اشاره بکنم که متاسفانه جامعه ایرانی به دلیل اینکه ترامای انقلاب اسلامی رو باهاش روبرو بوده، بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی از قضا در برابر نجات پرستی موضع و حساسیت درخور رو نداره. منظورم جناب ایجادی نیست، خواستم بگم که این مسئله ترامای اسلامی باعث شده که بخشی از منتقدان درست و راستین حکومت اسلامی و اسلام حتی همسویی های جدی با نجات پرستی پیدا بکنن یا عکس العمل نشان ندن در برابر گام هایی که نجات پرستان هست. نکته آخر خواستم بگم قرآن سوزی، ببینید شما سلمان رشدی کتاب منتشر کرد، حقش بود، باید دفاع میشد. کاریکاتور هم همینطور. تو سوئد تازه میگن قرآن، اونهایی که از آزادی بیان دفاع میکنن میگن قرآن سوزاندن هم به خودی خود یک نوع ابراز عقیده است، نیست؟ و به همین خاطره که میگن نباید منعش کرد، بیشتر از زاویه یا اینکه تهدیدی که از زاویه امنیت ملی ایجاد میکنه عکس العمل نشون میدن. برخی ها میگن که قرآن سوزی مثل کتاب سوزان دوران قرون وسطاست و این شیوه ها شیوه هایی نیستش که در نقد نفی ایدئولوژی های افراطی خطرناک یا هر ایدئولوژی صورت بگیره و بنابراین این تکرار یک روش قرون وسطایی است که باید از اون فاصله گرفت. آقای ایجادی خیلی کوتاه یکی دو جمله لطفا. برخلاف نکته‌ای که یکی از مهمانان مطرح کردن در ارتباط با
به اصطلاح دانشمندانی که در این زمینه کار کردن، من رجوع میدم به از جمله دو کتابی که در نقد قرآن نوشتم و همچنین در نقد نواندیشان دینی که اونها رو به عنوان در واقع روندگان در مسیر تاریک اندیشی، و در این کتاب ها با رفرانس های آکادمیک که از 150 سال پیش در غرب به وجود آمده نشون دادن که چرا قرآن در واقع یک کلام مقدس و الهی هرگز نبوده و نمیتواند باشد. بنابراین من هم به عنوان یک دانشگاهی مسیر اصلیم در اینجا هستش. دو نکته ای که در ارتباط با نژادپرستی ربطی به مسئله قرآن سوزاندن یا نداشتن ندارد. این به عنوان یک ایدولوژی منحط اجتماعی هست که به شکل‌های مختلف علیه او باید مبارزه کرد. کسانی که در این زمینه میخواهند در واقع کوتاه بیایند در مبارزه علیه اسلام گرایی و اسلام، اونها در واقع خرچه وارد میکنن به چی؟ به نهاد دموکراسی آزادی. بسیار خب آقای ایجادی، خیلی ممنون از شما. آقای وقتمون واقعا تمام شده، خیلی ممنون اینکه وقتتون رو به ما دادید، با ما بودید امروز. آقای داریوش محمدپور نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی اینجا در استودیو، آقای مرداد درویشپور استاد جامعه شناسی از استکهلم، و جلال ایجادی از پاریس با ما. خیلی ممنون از هر سه نفر شما.